چون فیلم برداری یوتیوبی من دوست دارم اینو بگم بچه ها، این انکاره وقتی میره کنار، وقتی پنهان کاریه میره کنار، طرف میخواد یه کاری برای خودش میکنه و من به خاطر اینکه اول این شجاعت رو به تو بدم که تو فکر نکنی که من خیلی در خانواده هستش که میاد تو دفتر میشه وقتی میگم که 12 سال خورده یه پاکم، یا میگه آخه تو استوری شنیدم شما میگه 12 سال خورده یه پاکم، شما واقعا مواد میکشیدی؟ میدونی یه موقعی اومده داره منو میبینه که هیچ آثاری از اعتیاد از لحاظ جسمی روم ظاهر جسمی هیچ آثاری دیگه نیست. 12 سال از این موضوع گذشته، لاغری ها و بیدندونی ها و خیلی از چیزهای جابر پوشیده شده. آیا از داخلش چه خبره و قبلا چه کارایی کرده نمیبینن دیگه. میبینه یه جابر با شکم و گنده و حالا الان با لباس های ترتمیز و ماهش رو کرده و طرز گفتار خیلی قشنگ و باور نمیکنن دیگه. خیلی دوست داشتم، همیشه گفتم من یه فیلم کوتاه، چند تا عکس هم وقت میشستم با آقای مهدی‌پور گفتم بودم من تا اول 12 سال پاکیم 50 تا عکس از خودم ندارم، اصلا هیچ وقت یادم نبود یه عکسی از خودم بگیرم. تک و توکی هم اگر عکس دارم اونا بر حسب اتفاق گرفتیم. داشتم راحت میشدم یه دفعه تو دوربین بودم، این که برم یه جایی قشنگ بشینم از همین فیگورایی که میگیریم بگیریم عکس بندازیم نداشتم، ولی الان خیلی عکس دارم از بعد از پاکیم. میره دیگه برای خودم دوست دارم این خودم ببینم. من ابراهیمیت باوریم عکس بگیریم بلند میشم، هر چقدر هم کار داشته باشم دوست دارم دیگه عکس بگیرم از خودم. کارهایی که اون موقع ها میکردم ولی الان نمیکنم، الان عکس میگیرم از خودم. یه داستانی هم تعریف کردم بخواد اینکه شما باید شجاعت داشته باشی قدم ها رو داری کار میکنی، اگر نداشته باشی فایده نداره. نگم چی کار کردم، نکنه اینا چی میگم. من الان یه داستان تعریف کردم برای فیلم یوتیوب، میخواییم فقط بگیرم اینو که براتون گفتم الان که من یه پرونده ای داشتم. مادرم هم برای من یه دونه فیش حقوقی گذاشته بود. یه روزی این فیش حقوقی که گذاشته بود برای من دادگاه زنگ زد بهش که خانم حسینی‌زاده اینا بفرمایید دادگاه بچه‌تون بردار بیار. باز زنگ زد به ما تو خیابون، حالا تو خونه یکی از دوستا بودیم سرچشمه. زنگ زد من که جابر دادگاه شروع شده. میدونی بچه من یادم نمیاد دقیقاً چقدر، ولی جنس زیادی دنبالم بود. نمیدونم 7 گرم یا 15 گرم 6 دنبال من بود. بعد گفتم دارم میام مامان، بلند شدم اومدم بذارم زمین. حالا دوست دخترم اونم بود زهرا، گفتم بابا من بذارم این زمین برم برگردم چیزی از این جنس نمیمونه. جنس داشتم جیبم راه افتادم، اصلا یادم نمیاد من دارم میام دادگاه. رفتم دادگاه معلم خواسته کدام اصلا جنس چی رو منه بذار یه جا قایمش کنم. نگاه کردم دیدم که انگار همه دنیا دارن منو نگاه میکنن، حالا توهمات شیشه، انگار همه میدونن جنس چی منه و منتظرن من یه جا قایمش کنم. خلاص رفتم تو کوچه اون ور دادگاه توی کوچه بس کوچه هم همه نشسته بودن میکشیدن که به یه نوعی نشه بدن تو دادگاه پروندهشون رو جمع کنن. آخر دیدم نمیشه. خدمت کنم که توی کلیپ دیروز گفتم من عاشق مادرمم. اون موقعی که به من گفتش که جابر دیگه نمیخوام ببینمت، خسته شدم از دستت، من الان 12 سال و 7 ماه و اینقدر وقتی که پاکم. نمیدونم اون روز چجوری این کارو کردم که من این جنس رو توی جیبم در آوردم. بهش گفتم ماما من این جنس دنبالمه. مامان این دنبال منه. گفت ماما مگه این چیه؟ گفتم جنسه. گفت جنس یعنی چی؟ گفتم ماما جنس دیگه، این الان من نمیتونم برم تو. خدمت کردم نمیدونم، حالا به من گفت بذار یه گوشه ندو. گفتم نمیتونم زمینم بذارم. خیلی راحت برگشتم بهش گفتم ماما میتونی اینو بذاری تو سوتینت، بریم تو برگردیم بیرون به من بدی. کاری که فکر نمی‌کردم یه روزی من انجام بدم. این پیرزنم طفلک
نمیدونه چی داره از من میگیره، این چقدره و چقدر جرم داره. از دست ما گرفت و گذاشت تو سوتنش، رفتیم تو، ما از این پرونده هم آزاد شدیم و پیش حقوقی مامان ما هم آزاد کردن و برگشتیم اومدیم بیرون. و به محض اینکه رسیدیم بیرون اولین حرفی که بزنم بودم مامان چند سومه داره میدونی چرا؟ دنبال این میگشتم که نکنه یه وقت عرق کرده باشه، رطوبت کشیده باشه، توی جنس جنس رو خیس کرده باشه. من از روی اعتیادم کارهایی کردم که هرگز امکان انجام آنها وقتی بر روی بهبودیم تمرکز دارم وجود ندارد. خدمت از کنم که اینا چه کارهاییه؟ یک شعرم برشون گفتم. حسن آقا داشت کتابی صحبت میکرد، وقتی گفتیم بهش بچه از روی اعتیاد بیشترش هم منیت و تایید طلبی ماها رو کشید به این داستان ها. کارهای الان مگه شروع کنم از این اول اجازه بدم بچه ها صحبت کنن، اینقدر شیرین کاری تعریف میکنن از خودشون که نمیدونم جنسی من بود مأمور گرفتمون، داشتیم میرفتیم فلان عروسی 20 لیتر عرق تو ماشینمون بود مأمور گرفتمون، تو فلان عروسی بودیم یا پارتی یا مهمونی بودیم، شروع بزن به کوب بکش مأمور زد تو و ما رو گرفتم. میره هر کسی شیرین کاری خودش رو تعریف میکنه. خدمت عرض کنم که بعد تایید طلبی ها و منیت هایی که داشتیم و باعث میشد که من از روی بیماری اعتیاد، بچه ها این تیکه که دارم الان صحبتشو میکنم، من از روی مواد، از روی شیشه و هروئین و این صحبت ها این کارا رو کردم. کدوم ها؟ همینی که حسن آقا گفتش که بچه ها میخواستن برن کیش، من یه ملکی رو که اصلا سند درست حسابی نداشت به یه آقای فروختم تا اینا رو دارم میبرم کیش. این اونجا اینا هرچی میخوان بخرن که یه وقت به من نگن که میبینی عملی نمیتونی تو با پول دنبال ما بیای. و من این ملک رو فروختم، پولش رو گرفتم بردم کیش. حالا اون موقع خیلی خوش گذشت ولی الان گرفتار اون سندم، سندی که سند نبوده، فروختم علاوه قانونی هیچ وجاهت قانونی نداشته. حالا بعد تا اون یارو رو هم برگردونم وگرنه احتمالاً زندانی میشم دیگه، چون مال غیر فروختم بی مالی که خدمت از کنم. از این داستان هایی که من مال خودم میگم از روی اعتیاد بچه چه کارهایی کردیم. من خب اینا رو همه رو براتون گفتم، نمونه هاش شما هم کوچیک و بزرگ انجام دادید به طرق مختلف. موتور تو فروختیم، ماشین تو فروختیم، با لیوان یه بار مصرف دوبار آب خوردیم، با لیوان دوبار یه بار مصرف دوبار آب خوردیم. از این کارا زیاد کردیم. من کسبامو وقتی فروختم از روی بیماری اعتیاد چه کار بکنم؟ از روی هروئین، از روی شیشه، حالا فکر کنم بیماری اعتیاد هم در کنارش باشه. کسب اول فروختم که پولایی که از دست داده بودم با این سرمایه گذاری کنم در بیارم. کسب دوم فروختم که پولایی که از دست داده بودم و کسب اولی که از دست داده بودم رو جبران کنم. کسب سوم فروختم تا این قطار پشت سرم رو جبران کنم. کسب آخرم هم فروختم خونم رو رفتم بفروشم که حالا فروختم. البته از اونجا که خدا نمیدونم حالا من خیلی دوست داشته چجوری در نظرش بود که من یه جایی کار کرده بودم هنوز دوست داشت من به خاک سیاه بشینم، من خونم هم فروختم تا این سه تا کسب و اون زندگی که از دست داده بودم با خونه جبران کنم. که خلاصه میگه بابام بالا پشت بوم خواب بود، بعد راه رفت افتاد تو بالکن، بالکن خراب کرد، افتاد گلدون شکست، افتاد نمیدونم تلویزیون شکست، افتاد با بیل زدیم کشتیمش، دیدیم همینجوری بره خواهد بره پیش بره داره همه چی رو خراب میکنه. ما هم دیگه خونه رو فروختیم، خدا با بیل زدمون، گوه اینو بلش کنم الان دیگه ایران هم میفروشه. کارهایی که تو بیماری اعتیاد کردم خدمت کنم. و آیا اگر متمرکز بچه این تمرکزه یعنی جسم، مغز و روح، جسم، مغز، روح، روان، روح، روان، اتحاد این ستا یعنی تمرکز. میگم الان که اگر روی بیماری تمرکز داشته باشم بازم این کارو روی بهبودیم تمرکز داشته باشم بازم این کارو میکنم. دارم یه بار گفتید خیلی چهار رو رد میکردید. حالا اطمینان خواستم همین داستانو بگم.
خدمت هست کنم که بچه من الان خیلی کارا رو انجام نمیدم، هنوز موفق نشدم یه جابر بسیار خوب بشم. شاید من قهرمان تنهاییام نیستم، من قهرمان شما هم. چرا؟ چون اینجا همش کارا میکنم که دارم نگاه میکنن، مواظب حرف زدنم هستم، مواظب نشستنم هستم. ولی گفتیم قهرمان کیه؟ قهرمان کسی که قهرمان تنهاییاشه. وقتی کسی نیست بتونه کارایی رو که نباید بکنه بکنه، نه وقتی همه دارن نگاهش میکنن. وقتی همه نگاهش میکنن میشم قهرمان مردم، میشم قهرمان خانواده ها، میشم این که همون جابر میشه یه کاری هم برای بچه من بکنی، چون جلوی اونا خیلی مواظب خودم هستم که وقت حرف بد نزنم، سوتی ندم، قشنگ زندگی کنم، بیماری اعتیاده حبسش میکنم. تا شما هستید بیماری اعتیاده رو حبسش میکنم. همچین که از جرم شما خلاص میشم، اصلا بدونی که کلید بدم به بیماریه، بیماری علای درز دیوار میاد بیرون. بچه من یه جابر خوب نشدم، ولی خیلی دارم سعی میکنم، میخوام رو بیماری روی بهبودی متمرکز باشم. اتفاقی که چند وقت پیش برای یوسف افتاد، من روی بهبودی روی کار و زندگی متمرکز نیستم. آقا به من نگفتن این تخته گوجه رو بشور. داداش نباید بگن که، باید خودت بلد باشی. آقا سعید 70 تا مریض اینجا شبا میخوابن، بعد یه نفر بلند میشه خماری، حالت خوب نیستش، نباید به خودت اجازه بدی با سر صدات با حرکات شبگرد رو به جایی برسونی که نتونه اعصاب خودش رو جمع کنه، که سالونش رو جمع کنه. یعنی من الان سعید رو میذارم رو حساب این که هنوز خماره، نمیذارم رو حساب این که اگه حالش خوب بود که خب وظیفه رو میکرد. میگم هنوز خماره، ولی میگم سعید جان ما هم این دوره رو رد کردیم، ما هم خماری کشیدیم. وقتی داشتیم خماری میکشیدیم به خودمون اجازه ندیدیم اینو اذیت کنیم اونو اذیت کنیم، به خودمون اجازه ندیدیم غر بزنیم، اجازه دادیم سالون تو آرامش خودش باشه. وقتی میخوام خوب بودن رو شروع کنم، خدا بیامرزه یه اسمش یادم رفت، بچه دریزون بود، تو 2 سال باکی یه حرف به من زد هنوز تو مغزمه. گفت جابر داری ادای آدم خوبا رو در میاری؟ اون موقع بچه من اینجا سمت محکم سمت به خصوصی نداشتم، نمیدونم شاید انباردار بودم، شاید مسئول فیزیک بودم، قشنگ یادم نمیاد کارم چی بود، شاید سر مراقبت بودم یا اصلا فقط مراقبت بودم. بعد خدا بیامازش پارسال یا پیارسال بود من شهرم فوت کرده، بچه سنش هم خیلی از من کمتر بود. گفتم چرا این فکر رو میکنی؟ گفت همش سعی میکنی به یکی کمک کنی، همش سعی میکنی بچه ها رو خوب صدا کنی، همش سعی میکنی. گفتم که آره سعیمو که میکنم بسر خوب، من سعیمو میکنم، ولی الان احساس میکنم که موفق بودم، چون مغز تو الان میگه جابر داره ادا در میاره. خب من که میدونم خودم ادا در نمیارم، من نمیذارم بیماری اعتیادم کار دیگه رو انجام بدم. اگر کارم موفق بوده این بوده که تو بعد اومدم. بچه ها دوران رو هروئین و شیشه و قرص و الکل خیلی کار رو کردیم، گفتم الان اگه اجازه بدم همه شیرین کاریاشون میگن. ولی رفیق تو وقتی دیگه هروئین و تریاک و شیشه و قرص و الکل نیست، چرا وضعت اینجوریه؟ بعد چرا وضعت اینجوریه؟ چجوریه؟ بچه ها من از کارهای ساده شروع کردم، نمیخوام آدم خوبه یه داستان بشم، ولی دارم سعیم رو میکنم. چجوری سعیم میکنم؟ بچه ها چند نفر عین من چراغ قرمز رو رد میکردن؟ دست بالا حتی اگر اونایی که پشت موتور و ماشین، بچه ها من دیگه چراغ قرمز رد نمیکنم. اولین کارهایی که دیگه از روی بیماری احتیاط کارهایی که نمیکنم. گاهن شده چراغ قرمز رو رد کردم وسط چهارراه، نیمه بده و نیمه خوبه با همدیگه درگیر بودن، جابر برو دیگه. بعد نیمه خوبه میگم جابر مگه قول ندادی دیگه چراغ قرمز رد نکنی؟ و من تو چراغ قرمز دور زدم،
اومدم واسدم پشت خط عابر پیاده، احساس کردم آدمایی که پشت ترن قرمز واسدن دارن همه نگاه میکنن. این دیوونه چرا رفت وسط چهار دور زد؟ به هیچ کی توجه ندارم، من تمرکزم بهبودیمه، برمیگردم وای میستم. بچاش نمیگم رد نکردم، حواسم نبوده، رد کردم، رد شدم، بعد یه بودن ای پسر چرا میده. آخه ماها عادت کرده بودیم اصلا به چراغ کاری نداشتیم که، ما میرفتیم اصلا چراغ برای ما معنی نداشت که قرمز و ناره. من بعد از این همه سال که گواهی نامه گرفتم تازه فهمیدم که ما چراغ داریم سر چهارراه. بابا حالا به قرآن، من تازه فهمیدم سر چهارراه چراغ داریم، سه تا رنگ داره، سبز، زرد، قرمز، نارنجی، حالا یا زرد، تازه دیدمش. اصلا قوانین مساو معنی نداشت. قبلا پیاده رو یه جایی بود برای من با موتورم، الان تو پیاده رو نمیرم. ببین من هنوز تو مغزمه، چند روز پیش با ابراهیم تو اندرزو داشتیم میرفتیم، این بلوار وسطش بریدگی داشت، من بعد میرفتم دور برگردون میزدم، هنوز تو مغزمه چرا این کارو کردم. من از این بریدگی رد شدم، ابراهیم هم پشت من بود، گفت با بریدگی رد میکنی، من یاد گرفتم. دادم تو از همه کارهایی که من میکردم اینو فقط یاد گرفتی؟ گفت تو الگوی منی، هنوز تو مغزمه. چون این کلمه برای من آشناست، تازگی ها، تو الگوی منی، من نباید اونو رد میکردم. چون هر وقت داره با موتور میره بیرون بشه نیم ابراهیم موضوع خودت باشه، وقتی تو پشت من نشستی منم این بوری دیگر رو رد میکنم، یعنی من رو بهبودی متمرکز نیستم. آقا هر روز میام دور بگردم نرسیم دیگه. تو پیاده رو پارک نمی کنم دیگه، تو پیاده رو رد نمیشم، موتور و پیاده رو، و من دیگه این کارها رو نمی کنم. وقتی رو به بچه بیم از کارهایی که خیلی ابتداییه، وقتی رو بهبودی متمرکز هستن. آره بذارم، آره من هیچ وقت خونه سفره چی فهم شد هیچ کاری برای اون سفره نمی کردم. ببینیم خواستم الان مرسی که گفتیم این الان مثلا جدیدا میرم خونه با هر کی که باشم حداقل بشقاب خودم خودم برده. مرسی ابراهیم، میخواستم همین حرف ابراهیم رو بگم، میخواستم بگم بچه ها میگه خدا یا رو بهبودی چجوری متمرکز شیم، این بهبودیه چیه؟ میدونی از همه الان سختش میکنیم، خدا یا بهبودی، بهبودی بعد دارم از سوپرمارکت بخرم؟ نه، بیا با ابتدایی ترین کارها شروع کنیم، وقتی که میخواییم روی بهبودی و متمرکز باشیم. خوردم به این معذرت خواهی کنم. آه باری کلا، علی میگه وقتی خوردم به بغل دستیم معذرت خواهی کنم، روی بهبودی متمرکزم. وقتی میام توی سالن، وقتی میام توی حیات، بدونه که نگاه کنم من بزرگترم یا دیگران، بلند سلام کنم. و دیدید من سعی میکنم دقیقا این کار رو انجام بدم، قبلا نمیکردم، بچه دارم این کار رو انجام میدم. به احترام سفره ساکت میشینم، به احترام سفره ساکت میشینم. وقتی دارم غذا میخورم ملچ و ملوچ نمیکنم. خدمت هست کنم که بچه کارهایی که تا حالا الان میرسیم به تشکره، کارهایی که تا حالا روش متمرکز نبودیم، وقتی قاشقو میخوردیم میزدیم کف بشقاب، تلم تلم تلم. من بارها مامانم بهم گفته جابر یواش، مخصوصا وقتی مهمون نشسته، جابر حالا نمیگفت با قاشق داری چیکار میکنیم، میزد رو پا میگفت جابر نزد قاشقو تو کف بشقاب. تشکر. من الان مدت هاست ماها تو کمپ ها یاد میگیریم که آشپز خونه، آبدار خونه، دست شما درد نکنه. یه تشکر از کسی که تو خونه برای اون غذا میپخت رو هم بلد نیستیم. وقتی روی بهبودی مزمن بچه دارم صحبت هروئین میکنم؟ دارم صحبت مواد میکنم با کسی؟ دارم صحبت یه کارهایی رو میکنم که ابتدایی ترین کارهایی دیروز گفتیم آدمهای عادی به طور طبیعی انجام میدن، ولی من وقتی میخوام انجام بدم به مشکل میخورم. وقتی من میخوام دوست دارم، من هر وقت میگم یاد مظفری میفتم، اشکان 8 سال پاکه 7 سال پاکه، اینجا یه روز میگه بابا من هر کاری میکنم به مادرم بگم دوست دارم نمیتونم، خجالت میکشم بغلش کنم بوسش کنم.
بچه این کار ابتدایی بود، من اصلا کار سختی از شما نخواستم. تشکر کردن، عذرخواهی کردن، محبت کردن، دوست داشتن، وقتی روی بهترین متمرکزم، آداب غذا خوردن، آداب بلند شدن از پای سفره، آداب راه رفتن توی خیابون، آداب سوار شدن به ماشین، آداب رفتن توی سوپرمارکت و هایپر، آداب خرید کردن و و و و وقتی رو بیماری متمرکز، وقتی رو بهبودی متمرکز هستم. چه کارهای سختی نگفتم، امتحان کن کوچولو کوچولو. منم کوچولو کوچولو شروع کردم، خیلی کار دارم و من آدم، منم قشنگ نشدم و بهترین نشدم، ولی خیلی دوست دارم بشم. خیلی دوست دارم یکم بهترین بشم و هر دفعه فقط برای امروز، هر اتفاقی رو که امروز برام میفته سعی میکنم کنترلش کنم. الان عادت. مرسی.